پرستندگان مسیح، خدا رو شکر برای این فرصتی که به من داده شده تا صدای روح خدا باشم، تا از کلامش امروز ما رو خوراک بده. چه علازه خوراک روحانی، چه از لحاظ خوراک جسمانی. حالا میگم چرا جسمانی. اجازه بده، امروز 23 هستش و یکی از مزامیر بسیار 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 مهم برای من که زندگی من رو همیشه تحت تاثیر قرار داده و همیشه برکت داشته برای من، با شما در میون بذارم و اون مزمور 23 هستش. خواهش میکنم گوش بدید به کلام خدا که میفرماید خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتعه‌های سبز مرا میخواباند، به سوی آب‌های آرام هدایتم می‌کند و جان مرا تازه می‌سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می‌کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می‌بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره‌ای برای من می‌گسترانی. از من همچون مهمانی عزیز پذیرایی می‌کنی و جامم را لبریز می‌سازی. آمین. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم بود. آمین. هر آن کسی که به کلام خدا ایمان داره، این آیات برای او نوشته شده و متعلق به او هست و برکات این آیات در زندگی او هستش. من امروز مثل همیشه صحبتی که خواهم داشت، موعظه‌ای که خواهم داشت از دو بخش است. یک موعظه کوتاه هست و یک موعظه بلند. موعظه کوتاه اینه که عیسی مسیح جانش رو برای بشر روی صلیب داد، مرد، درون قبر گذاشته شد و بعد از 3 از مردگان قیام کرد و امروز زنده است، در دست راست خدای پدر نشسته و آغوشش برای هر کسی که این کار نجات بخش او رو بپذیره باز هستش و او رو نجات خواهد داد و به حیات ابدی خدای پدر انتقال خواهد داد. آمین. اگر تا حالا این تصمیم رو نگرفتید، اگر تا حالا دو به شک بودید، اگر هنوز دارید تحقیق میکنید، امروز روزشه که قلبتون رو بسپارید، فکرتون رو بسپارید و جانتون رو بسپارید. تمام سوالاتون رو در ایامی که روی زمین به سر میبرید خداوند به شما پاسخ خواهد داد، مگر اینکه سوالی باشه به آسمان ربط داشته باشه که اون رو در آسمان خواهیم دید، نخواهیم جواب گرفت بلکه خواهیم دید. این موعظه کوتاه من بود و صحبتی که دارم با شما در رابطه با موعظه‌ای که امروز تدارک دیدیم برای کلیسامون این هستش. من توی چند تا موعظه‌ای که در کلیسامون انجام دادم، در این کلیسای پرستندگان مسیح،
یک موضوعی فکر منو بسیار مشغول کرده بود که بارها خواستم راجبش اینجا صحبت بکنم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه خدا اجازه این کار رو به من نداد و کلامی رو به من داد که مناسب حال اون زمانی بود که من اینجا فرصت این رو داشتم که با شما کلام رو مشارکت داشته باشم. و دائما هم از خدا پرسیدم که خدایا بس چیکار کنم، من اینو خیلی دوست دارم این موضوع رو و میخوام که راجع به این صحبت کنم. و به جایی رسید که یه کم کم شاید بگم فراموشم شده بود، تا میدونید که همونجور که عزیزان صحبت کردن، میدونید کلیسای ما در وضعیت سختی به سر میبره، در فراز و نشیب‌های بسیاری هست رفته و ادامه داره برای کلیسا، چون برای کلیسا همیشه سختی هست. اگر کلیسای شما میبینید سختی نیست، یه خورده شک کنید که اون کلیسا چرا سختی نداره. برای اینکه کلیسا یعنی اینکه گروهی جمعی برخلاف دنیا و شیطان، برخلاف عقاید دنیا و شیطان، و برای همین همیشه سختی ها براش هست به نوعای مختلف. خب ما اینجا هم به نوعای مختلف و شاید یه خورده بیشتر از کلیساهای دیگه فشار و سختی روش هستش. ما توی این دوران فشار و سختی، ما گروه خادمین کلیسای پرستندگان مسیح، به نوعای مختلف تلاش کردیم که از کلیسا یاری بگیریم برای اینکه کلیسا رو کمک کنیم، خدمات کلیسا رو کمک کنیم، همونجور که امروز گوشه ای از اون خدمات رو از کشیش رسول و برادرمون بهروز شنیدید که همونطور که شنیدید وسیع تر از اون چیزیه که بشه توی 4 کلمه یا 2 دقیقه بشه توضیح داد. ما تلاش کردیم که این رو انتقال بدیم به کلیسا، به افراد کلیسا، به اعضای کلیسا، به نوعی مختلف که این کلیسا رو یاری برسونید، این کلیسا رو کمک کنید. این کلیسا نه، کلیساتون رو. آمین. کلیساتون رو کمک کنید، یاری برسونید. میدونید در موضوع اصلی مسیحیت اینه، بعد از ایمان هر کسی باید تعلق خودش رو به جایی بدونه، هر کسی باید پایبند یک جای مشخصی، یک کلیسای مشخصی باشه. برای این هستش که در کلیساها اصولاً باید اسمنویسی بشه، اعضا مشخص بشه و بدونیم که ما تعلقم به این کلیساست، برای این کلیسا کار میکنم، برای این کلیسا زحمت میکشم و برای این کلیسا هزینه میکنم، هزینهش رو پرداخت میکنم. در هر صورت به نوعی مختلف این رو ما با اعضای کلیسا در نویم گذاشتیم، ولی متاسفانه تعداد بسیار 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 اندکی قدم جلو گذاشتن و خواستن که توی این سختی ها کمکی باشن. و یکی دیگه از مسائلی که باعث سختی ها شده بود حملات شیطان بود. چرا؟ برای اینکه کار خدمتی کلیسا وسعت پیدا کرد. به چه شکلی؟ شاید ما تعداد افرادمون کم شده، که همین امروز من اتفاقا با یه عزیز اینجا میگفتم تعدادمون کم شده، ولی خدا حتما میخواد این دفعه آدمهایی که واقعا عشق به او رو دارن در این کلیسا بیاره، نه آدمهایی که رهگذر هستن مثل چی میگن اویسیس چی میشه خدا، یه جایی که میان یه مدت کوتاهی رو استراحت میکنن و بعد دوباره میرن، یه برها این سری شاید خدا میخواد آدمایی رو بیاره که دل دارن، آدمایی رو بیاره که واقعا میخوان که او رو خدمت کنن و اینجا موندگار بشن و او رو خدمت کنن. همینطور که شنیدی خدمت‌های بسیار وسیع هست. ما برنامه‌ریزی نکردیم، ما برنامه‌ریز نیستیم، بلکه خدا برای ما برنامه‌ریزی کرده و شروع میشه و الان هم میبینیم یکی از اونها همین خدمت تلویزیونی هست. خدمت تلویزیونی که الان شروع شده بسیار وسیع و هزینه های بسیار وسیع برای خودش داره. برای چی؟ برای اینکه ما بتونیم پیام نجات بخش، پیام صلح خدا با انسان رو
به مردم ایران برسونیم. ما تلویزیون رو ننداختیم که به جمهوری اسلامی ضربه بزنیم یا اونها رو ببریم، برای اینکه اونها کارشون تموم شده هست. ما تلویزیون رو انداختیم که بتونیم پیام مسیح رو به مردم ایران بدیم و این کار رو داریم میکنیم و این هزینه بسیاری داره و سنگینیش رو دوش کلیسا هست. من میگم بسیار به عزیزان گفتیم ولی خبری نشد و اومدیم گروه خادمین تصمیم گرفتیم که از نیروهای خارج از کلیسا کمک بگیریم و شروع کردیم، تلاش کردیم با افرادهای مختلف، کلیساهای مختلف، ارگانهای مختلف با اونها ارتباط برقرار کردن که ببینیم که از طریق اونها شاید بتونیم ساپورتی بشیم که بتونیم ادامه بدیم این خدمت رو و پیام مسیح رو برای مردم ایران بفرستیم، برای مردم ایران پخش کنیم. خب با گروه های مختلفی بودیم، افراد مختلفی اومدن اینجا و اخیراً هم که همونجور که شنیدید با تعدادی از افرادی که واقعاً علاوه سرمایه و علاوه خدمتی وسیع هستن، قوی هستن، خدا برکتشون داده و اونها هم به درستی دارن خدمت میکنن خدا رو. با اونها عزیزان رفتن، وقت گذاشتن، ساعتی رو در فاصله دور برن، رانندگی کنن، ببیننشون، ملاقات کنن، توضیح بدن، همین برنامه که دیدی رو برای اونها پخش کنن، به اونها بگن که ما هم میخوایم که وضعیت ایران تغییر بکنه، ایرانی ها بتونن آزادانه مثل کشور آمریکا راجع به مسیح بشنون و خودشون انتخاب بکنن. تو ایرانی که این رژیم دست نشانده شیطانی که داره مانع از کلام خدا، پخش کلام خدا میشه، بتونیم هر چه سریعتر کمکی بشیم که اینها برن و پیام مسیح به فراوانی در ایران پخش بشه و خدمت‌های دیگری که همونجور که شنیدید پخش بشه. خب اینها رو رفتیم، گفتیم، رفتن عزیزان، گفتن، زحمتشو کشیدن، ولی متاسفانه از اونها هم خبری نشد، برای اینکه شادی بیشتر از هر شخص دیگه‌ای که تو اونجا بود، تو اون جمع بود، با این افراد در تماس بود و تماس گرفت، ولی خبری حتی به عنوان اینکه یک تشکر خیلی کوچیک هم بشه که حالا شما اومدید، مرسی، ممنونم، ما نشنیدیم، حتی از خادمین خدا. پس کمکی از بیرون هم نرسید، نه تنها از داخل نرسید، از بیرون هم فعلا نرسیده. اوکی؟ خب این چی شد؟ این باعث شد که در هفته گذشته شادی و من یک مقداری حقیقتاً بگم که چی میگم؟ disappointed شدیم، ناامید شدیم، ببخشید من یه مقداری ناامید شدیم از این وضعیت و مخصوصا شادی چون که دوانها در تماس بود و من رفتم به حضور خدا گفتم که پدر جان واقعا کجای کار ما اشتباست؟ چرا ما به هر دری میزنیم که حداقل حفظ کنیم نه که وسیع کنیم؟ درها بسته است، یه جای کار اشتباست، کجای کار اشتباست؟ و خداوند در دعا که در بودم به من گفتش که موعظه‌ای که میخواستی بکنی رو موعظه بکن. حالا این پیامی که امروز، این موعظه‌ای که امروز هست و از پشت این تریبون خواهید شنید، آن چی پیامی هست که خدا برای من داشت، آن پیامی هست که الان برای شادی داره و آن پیامی هست برای اونهایی که دل دارن برای کلیسا، برای اونهایی که خودشون هم براشون سوال هستش که چرا اینطوری هست. این پیام از طرف خدا برای ماست و خواهش میکنم که گوش دل بسپاریم به این پیام تا خداوند جواب سوالمون رو به ما بده. اگر من به عنوان یک مسیحی، غیر مسیحی، شخص غیر مسیحی بودم و یک شخص مسیحی می اومد به من میخواست بشارت مسیح رو بده، میخواست بگه که مسیحی بشم، اولین سوالی که میکردم این بودش که مسیحیت چه چیزی رو به من میده؟ مسیحیت
چه امتیازی برای من داره؟ این سوال من از اون شخص بود یا این سوال من در درون خود من بود برای اینکه پاسخی بدم به اون دعوت او؟ خب مسلمه که برای این سوال جوابهای بسیاری تا حالا داده شده، جوابهای زیادی رو تا حالا شنیدیم و حتما جوابهایی هم که شنیدیم تا حدی گیج کننده بوده و این جوابها همش در راستای این بوده که یه منفعتی بهت میرسه توی مسیحیت. اگه مسیحی بشی یه وضعیتت یه تغییری میکنه، یه منفعتی داری. اگه واقعا به دقت به این جواب ها توجه کنیم میبینیم که اینطوریه: مسیحیت سلامتی میده، مسیحیت ثروت میده، مسیحیت آرامش میده، مسیحیت راحتی مشخصی توی زندگیتون میده، شاید کار بهتر پیدا بکنی و حرفه بهتری داشته باشی، شاید رویاهات به انجام میرسه، به جاه طلبی ها میرسی. و اصولا به این مفهومه که رایج شده که مسیحیت یک منبعی که هرچی که تو میخوایی بهت میده، ایمان بیاری به عیسی مسیح. با این جواب ها اصولا ما رو قانع میکنن برای اینکه ما تصمیم بگیریم که مسیحی بشیم. به طور کلی من فهم میکنم که مفهوم رایج از مسیحیت اینه که من و شما هر آنچه که میخواییم و به ما مسیحیت ارائه میده. هر آنچه که شما رو خوشحال میکنه و هر آنچه که شما رو موفق میکنه مسیحیت به شما میده. احساسات شما رو برمیانگیزه و رویاهای شما رو واقعی میکنه. همه اینها رو تو مسیحیت به ما پیشنهاد میکنن. وقتی که ما سوال میکنیم که خب چی میخواد بده این مسیحیت به ما؟ یا ببخشید، مسیحیت به شما یه نامه میده، از قصد تعمیدتون میتونید برید جواب پناهندگیتون رو بگیرید. این رو میتونه بده. بر به کسی نخوره، دارم به طور کلی میگم که چه صحبتهایی میشه. من در اتریش خدمت میکردم. وقتی در اتریش بودم یه روز جلوی در کلیسا وایستم، یه آقای اومد کارت کلیسای ما رو داد. اولین بار بود من میدیدمش و سلام علیک که آقای اومد با یه زبان دست و پاشکسته انگلیسی میخواست با من صحبت کنه. گفتم فارسی هستی؟ شروع کرد به فارسی. گفت آقا این آدرس کجاست بلدی؟ گفتم نگاه کردم آدرس کلیسایی که من جلو درش وایستادم. گفتم همینجاست. از کجا گرفتی این کارتو؟ گفت رفتم اداره گذرنامه، اونجا کار گذرنامه‌ای داشتم، یه شخصی اونجا بودش که میگفت اگه رفتی اتریش این کارتو ببر برو اونجا قصد تعمید تو بگی جوابتو میگیری. میدونید؟ خب میگفت اینم یه نوعی تبلیغ مسیحی هستش دیگه، درسته؟ همه اینها و هر آنچه که شما میخواید باشید رو مسیحیت به شما میده. اما حقیقت اینه که اینها همه پیشنهادهای گیج کننده و کاملا غیر کتاب مقدسیه. خب اینها همه یک دروغ بزرگه با جوابهای پیچیده در عوض جواب ساده‌ای که کتاب مقدس میده به اینکه مسیحیت چی میخواد به من بده. جواب بسیار ساده و کوتاه به سوال اینکه مسیحیت به من چی میده اینه که مسیح، اینه که عیسی مسیح. پر بجان اون سلاید رو میشه برای اون بندازید؟ این موضوع صحبت امروز ما هست. پر بجان الان میبنزه در کتاب عیسی مسیح به اضافه هیچ چیز مساویست با همه چیز. عیسی مسیح به اضافه هیچ چیز مساوی با همه چیزه. عیسی مسیح به اضافه هر چیزی مساوی با هیچ چیزه. در کتاب عبرانیان فصل 10 آیه 14 میگه مسیح کامل کننده ما میباشد. در اول قرنتیان فصل 1 آیه 30 پولس رسول میگه این خدا بود که شما را به مسیح عیسی پیوند داد
و هم او بود که باعث شد مسیح چی بشه؟ حکمت ما شود و با فدا ساختن جان خود ما را پاک سازد و مقبول خدا گرداند. آیا گفتش که مسیح با ثروتش این کار کرد؟ آیا گفتش که مسیح با حکمتش این کار کرد؟ آیا گفتش که مسیح با دانشش این کار کرد؟ نه. میگه خود مسیح، وجود مسیح ما رو، این البته اینجا میگه حکمت، وجود مسیح ما رو مقبول خدا گردانید. تمامی حکمت، تمامی عدالت، تمامی واقعیت، تمامی منفعت عادل شمردگی، تمامی تقدیس شدن، تمامی رستگاری، نه فقط برای جان ما بلکه برای بدن ما هم در عیسی مسیح یافت می شود. هیچ چیز در عیسی مسیح به اضافه یه چیز دیگه یافت نمیشه. همه چیز در عیسی مسیح بدون هیچ چیز یافت می شود. افسوسیان فصل 1 آیه 3 میگه چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات ما، برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته، به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. همه برکاتی که روی زمین داری فکر میکنی از آسمان به ما داده شده. برای چی؟ برای اینکه ما از آن مسیح هستیم. اگر ندارید، مسیح هستی ندارید، مشکل جای دیگه است. کلام خدا داره به ما میگه که داده شده، فعل گذشته است، نمیگه میدن، میگه داده شده. خب این تنها پیام ما مسیحانه و فقط هم همین، چیز دیگه نیست. مسیح مسیحیته. مسیح مسیحیته و او تنها پیشنهاد کتاب مقدس و پیام ماست، چرا که او تنها چیزیه که هر شخصی و بشری به اون نیاز داره. پولس رسول در دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 میگه نگرانم از اینکه مبادا به غیر از مسیح به کس دیگری هم دل ببندید. شما باید مثل دوشیزه پاکدامن باشید تا عشق و محبت خود را فقط برای کسی نگهدارید که با او ازدواج میکنید. ما وقتی با مسیح عهد میبندیم چه کار انجام میدیم؟ وارد کلیسا میشیم. کلیسا کیه؟ عروس مسیح هستش. شما در مکاشفه میبینید که کلیسا تزیین میشه، زینت آلات بهش میشه که بره کجا؟ پیش داماد. ما عروس مسیح هستیم، نه اون عروسی که برای در زمین هستش. یعنی پاک شده ایم، تقدیس شده ایم، جدا شده ایم برای یک شخص مشخص. هر روز تو بغل یه نفر نیستیم، ما متعلق به مسیح هستیم و برای او ایستادیم. خب؟ آمین. مسیحیت خیلی ساده مسیحه و فقط درباره داشتن مسیح، شناختن مسیح. پولس در فیلیپیان فصل 1 آیه 21 میگه زندگی و مردن برای من، برای اون مسیح. میگه چون برای من زندگی فرصتی است برای خدمت به مسیح و مرگ به معنی رفتن به نزد مسیح. چه زنده هم میگه مال مسیح هم، چه بمیرم هم میرم برای مسیح هستم. تو فیلیپیان فصل 3 آیه 8 میگه در مقابل شناخت مسیح همه چیز هیچ است. حالا یک کلمه هم به کار ببرم، میگه همه را فضله شما بودم، همه اون چیزی که داشت خودش رو میگه، علمش، دانشش، نمیدونم نژادش، همه اینا. مسیحیت فقط یک پیام برای دنیای آلوده به گناه داره و اونی که میتونید با مسیح رابطه داشته باشی و در این رابطه از مسیح دریافت خواهید کرد تمام احتیاجات و برکات روحانی رو در که در آسمانه. همه اونها رو میتونید دریافت کنید. ولی متاسفانه ما شاهد هستیم که در نام مسیحیت، در نام کلام خدا، در نام کلیسا و در نام پیام خوش انجیل مردم همه وعده ها و قول ها رو دریافت میکنن و هر چیزی که به طور قابل توجه مسیحیت رو از مسیح
بودنش کاهش میده. هر چیزی میگن که مسیح که باید مرکز، اصل و همه چیز شیرازه مسیحیت باشه رو ازش کاهش میدن با اون چیزهایی که بهش اضافه میکنن. عزیزان، هر چیزی که کاهش میده واقعیت عیسی مسیح رو منحرف کننده است. هر چیزی که کاهش میده واقعیت عیسی مسیح رو منحرف کننده است و یک پیام غیر از کلام خداست و فقط یک پیام دروغینه. برای درک این پیغام امروز شما لازم نیستش که خیلی تو کتاب مقدس بگردید تا بتونید پیغامی رو که در سراسر کتاب مقدس هست پیداش کنید. فقط کافیه که تو عهد جدید رو نگاه کنید و مخصوصا فقط میتونید توی کتاب کولوسیان رو نگاه کنید که کولوسیان کلیسایی بود که فرض نامه‌ای رو که پولس برای اون نویسه فرض بر اینه که کلیسا در محاصره‌ای قرار داره از جانب افرادی که تلاش بر این دارن که بگن مسیح به تنهایی بس نیست، بلکه اونها بیشتر از اون رو نیاز دارن، مسیح کافی نیست. خب کشیش رسول عزیز، بروز عزیز، خادمین کلیسا، اعضای کلیسا، برای براندازی رژیم ظالمانه و دجالی ایران به کمک آمریکا، نیروهای خارجی، افراد سیاسی لازم نیست، بلکه فقط و فقط مسیح لازمه. مسیح به اضافه هیچ چیز همه چیز است. میگید نه، امتحان کنید. در شروع نامه به کولوسیان ابتدا نامه به تمدن میپردازه. چجوری؟ در فصل 1 آیه 13 و 14 میبینیم که یک تمدن بی خدایی رو نشون میده و یک تمدنی که انتقال پیدا کرده به تمدن خدایی. در اول تمدن رو مطرح میکنه. در دوم کولوسیان آخر آیه 2 راز بزرگ خدا رو مشخص میکنه. میگه چی؟ راز بزرگ خدا که اکنون آشکار شده. شما فکر کنم بروزن داری کتابش نیست؟ راز بزرگ خدا که میگه اکنون آشکار شده مسیح است. آقا راز بزرگ خالق زمین و آسمان ها، کهکشان ها، هر آنچه که شما قابل براتون رویت هست، هر آنچه که شما با ایمانتون میدونید هست ولی نمیتونید ببینیش، خالق اونها، رازش در عیسی مسیح. اینجا داره میگه، من از خودم نمیگم، کلام خدا داره میگه. و در ادامه در آیه 3 میگه که تمام گنج های حکمت و معرفت خدا در مسیح است. و در آیه 9 میگه، همین نوع همین فصل، فصل 2 کولوسیان میگه که در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. و در نهایت توی آیه 10 میگه که کامل کن، آیه 10 در اصل میشه گفت کامل کننده بحث امروز ماست، میگه که بنابراین وقتی مسیح را دارید همه چیز را دارید. همه چیز را دارید. امین. شادی. چی فکر میکنین؟ آقای نمیدونم فلان زنگتون نزد؟ یه تشکر نکرد؟ آقا فلانی اومد وعده داد اینجا رفت؟ مسیر رو داری امیر؟ شادی مسیر رو داری؟ همه چیز رو داری. امروز 23 ومه، برید بخونید مزمور 23 رو، برید بخونید. امروز 23 ومه، خداوند شبان من است. نه کلیساهای دیگه، نه قدرت‌های دیگه، نه آمریکا، نه ایران. آدمایی که مدعی ثروت و قدرت بودن در این کلیسا اومدن نیستن. آدمایی که وعده‌های بزرگ به ما دادن در این کلیسا ولی هیچ موقع عملی نشد. هیچ موقع ندیدیم چیزی از ایشون رو و حتی چیزی از کلیسا گرفتن و رفتند.
میگه اینجا بنابراین وقتی مسیح رو دارید همه چیز رو دارید. آمین. دنبال چی هستید؟ اصل رو ول کردید دنبال فهم میگردید. مسیح رو بچسب. فکرت ناراحت همین؟ بچسب به مسیح. و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. من به شما قول میدم در نام عیسی مسیح که دعا کردیم، نه با قدرت، نه با لشکر، نه با انسان های مختلف، بلکه در نام عیسی مسیح رژیم ایران برکنده میشه. چرا؟ چون که نام مسیح قدرتش برتر از تمامی قدرت هاست. در فصل سوم کولوسیان به ما نحوه زندگی کردن در ایمان در این دنیا رو نشون میده. وقتی که شخصی سوال میکنه که مسیحیت یعنی چه؟ جواب اینه که مسیحیت یعنی این که شخص برای مسیح زندگی میکنه، نه برای خودش و نه برای دنیا. زندگی مسیحی، مسیح زندگی یک مسیحیه و یک مسیح واقعی زندگی به غیر از زندگی در مسیح را ندارد. این پیام خدا برای من امروز. من به شما درس نمیدم، دارم میگم خدا به من گفته این پیام وقتشه، برو بگو، برای اینکه میخوام بشنوی خودت. ما همه چیز نداریم به جز مسیح. ما همه چیز داریم در مسیح. افرادی هستن که کشیش رسول خیلی بهتر از ما میتونه بگه و خیلی بهتر از ما دیده باش در میونه. افرادی هستن که قدرت دارن، ثروت دارن، امکانات دارن در این مملکت و افتادن توی بیمارستان و خواهش کردن که ایشون بره براش دعا بکنه. نه قدرتش کاری کرده، نه ثروتش کاری کرده، نه علم کاری کرده. من هیچ کدومشون رو رد نمی کنم، ولی میخوام بگم در ما برای آنچه که ما داریم فکر میکنیم قدرتی نشسته و قدرتی هست که ما میتونیم بهش اتکا داشته باشیم. و ایشون رو دعوت کردن، خادمین دیگر رو دعوت کردن، کلیساهای دیگر رو دعوت کردن، رفته در نام مسیح براش دعا کرده و آخر سر دکترها گفتن چی شد؟ معجزه شد. معجزه است آقا، معجزه است. چرا؟ برای اینکه وقتی مسیح رو داری همه چیز رو داری. وقتی که چیزی داری به اضافه مسیح هیچی نداری. افرادی در کلیسای کولوسیان تعلیم میدادن که خیلی چیزها احتیاج دارید به جای فقط مسیح رو داشتن. شاید و بذارید اینو بگذارم از ایش. ایده ای توی میگفتن که توی کلیسای کولوسیان میگفتن که شما باید مسیح رو داشته باشید. بذارید بگم اصلا این رو. وقتی دارم این صحبت رو میکنم ایده اینجا هستن نشستن این سوال توی ذهنشون میره که میگن آها اوکی، ما مثلا مسیح رو داریم، ما ایمان آوردیم به مسیح، مسیح مذهب ما هست، ما مسیحی شدیم، ولی خیلی چیزهای دیگه تو زندگی لازم داریم. همون فکری که کولوسیان میکردن و باعث پولس این نامه رو برای کولوسیان بنویسه، همون فکری که توی کله کولوسیان کرده بودن که شما احتیاج به چیز دیگه ای دارید. امروز هم میاد تو ذهن ما، هم میاد همین الان که نشستیم، آقا من این احتیاج دارم، من این کار دارم، من باید این کار رو بکنم، این تلاش رو بکنم. این فکر، فکر قدیمی هنوز هم رایجه، تموم نشده، هنوز هم هست. ایده تو کلیسای کولوسیان عقیده داشتن که کمبودهای در مسیحیت، کمبودهای تو مسیحیت هست که میتونیم توسط فلسفه و حکمت انسانی جبرانش بکنیم. کمبودهایی هست که با مراسم خاص، آیین‌های خاص میشه جبرانش کرد. کمبودهایی در مسیحیت هست که میشه با فلسفه اون رو جبران کرد. کمبودهایی تو مسیحیت هست که میشه با عرفان اون رو جبران کرد.
کمبودهایی تو مسیحیت هست که میتونیم با توسط خود انکاری اون رو جبران کنیم. کمبودهایی هست تو مسیحیت که میتونیم جبران کنیم با این و این و اون و اون هرچی که شما میخواید راجبش فکر کنید. این گفته کلیسای کلوسیان به این معنیه که مسیح فاقد اینه و مسیح فاقد این چیزهاست که اونا فکر میکردن و مسیح کامل نیست و کافی نیست. خب این نوع طرز فکر و گفته‌ها که میگفتم 2000 سال پیش، حدود 2000 سال پیش بوده، در کلوسیان مطرح بوده، هیچ تغییری نکرده، امروز هم هنوز رایجه و هنوز مسیح کافی نیست. ما احتیاج داریم به چیزی بیشتر از مسیح، بیشتر از آنچه که تمامی گنج حکمتی که در مسیح است، دانایی و معرفت خدا هست، بیشتر از آنچه که در مسیح است، ما به چیز دیگه احتیاج داریم. خب یه با هم نگاه کنیم توی کلوسیان فصل 2:8 ببینید چی میگه. میگه هوشیار باشید تا کسی با فلسفه های باطل خود ایمان و شادی روحانی را از شما نگیرد. نظریات غلط و پوچ ایشان بر افکار و عقاید مردم استوار است، نه بر فرمایشات و تعالیم مسیح. کلام خدا میگه فلسفه های باطل انسانی، راه های انسانی برای مشکلات روحی بشر راه حل نیست. شاید راه های انسانی بتونه منو امروز به یک تلفن، یک سیستمی برسونه که بلافاصله بتونم توش گوگل سرچ کنم، بلافاصله زنگ بزنم، تماس بگیرم، راحتی برای من بیاره، ولی راحتی روحی و روانی به من نمیده و این رو نداره. هیچ بینش انسانی وجود نداره که ما اون رو در کتاب مقدس نداشته باشیم و پیدا نکنیم. به این معنی که چیزی وجود نداره که لازمه زندگی خدا پسندانه باشه و روح القدس، روح خدا، اون رو به ما از طریق کلامش انتقال نداده باشه. ما احتیاج به مسیح در داخل حکمت انسانی نداریم. مسیحی که گذاشته باشیمش توی حکمت انسانی نداریم. شما میتونید تمام فلسفه، علم، دانش، فیلم ها، اساطیر، خبرها، تلویزیون ها، نوشته ها و همه رو جمع کنید و ببینید که هیچ چیزی ندارن که به مسیح کامل کتاب مقدس اضافه کنن. هیچ چیزی. امروز ما چندان فلسفه کلاسیک نمیبینیم. فلسفه‌ای که کلاسیک بود دیگه نیستش. امروز به قولی نیو ایج فلسفی هستش، فلسفه نوین هستش، خب که درست برعکس فلسفه کلاسیک فکر میکنه. خب و فلسفه نوین بر روی احساسات تکیه میکنه، برعکس فلسفه کلاسیک. فلسفه اصولا برای تمرین کردن منطق و منطقی بودن استفاده میشه، ولی حالا در دنیای مدرن دقیقاً برعکس اون رو غیر منطقی معناش میکنن. خب اول قرنتیان فصل 1:19-31 که بخونید 19-31 زیاده، میگه مسیح حکمت و قدرت خداست. مخصوصا آیه 20ش میگه پس کجایند این خردمندان و علمای دین و فلاسفه که درباره مسائل عمیق دنیا به بحث میپردازند؟ میگه کجا؟ خدا ایشان را جاهل ساخت و نشان داده است که عقل و حکمت آنها پوچ و باطل است. کلیسای کلوسیان فقط 6 سال عمر داشت که حالا مورد حمله و محاصره فلسفه، حکمت‌های انسانی و غیره و غیره قرار گرفته و داره زیر این فشار، زیر این بار داره تسلیم میشه. روی این هجوم بی‌رحمانه روی کلیسا داره تسلیم میشه و پولس رسول اونها رو
هوشیاری میده که تمام چیزی که شما لازم دارید مسیح است به اضافه هیچ چیز. آمین. داره بهشون این رو توضیح میده. کولوسیان فصل 2 آیه 8 رو که خوندم میگه حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک نکردند، زیرا اگر درک میکردند خداوند جلال را به صلیب نمیکشیدند. تاریخ نشون داده که حقیقت هیچ وقت دور از حمله حکمت انسانی نبوده و نخواهد بود. چرا؟ چون کلام خدا میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد و حقیقت خودش مسیحه. آمین. تمام مذاهب، تمام قدرت‌های دنیا به نوعی شما رو از حقیقت دور میکنن برای اینکه بتونن روی شما تسلط داشته باشن، برای اینکه بتونن شما رو کنترل کنن، برای اینکه بتونن شما رو زیر سلطه خودشون، اسارت خودشون بگیرن. برای اینکه شما اگه حقیقت رو بشناسید، حقیقت برای شما آزادی میاره نه اسارت. و برای همین میبینیم که دنیا تلاش میکنه که ببره زیر سلطه خودش، حقیقت رو روش کاور کنه، روش رو بپوشونه. یک مسیحی باید هوشیار باشه که هیچ کس او رو نربایه و اسیر نکنه. در غلاطیان فصل 5 آیه 1 میگه پس اکنون که مسیح شما را آزاد کرده است بکوشید آزاد بمانید و بار دیگر اسیر قید و بند شریعت نشوید. بقول کشیش رسول لا مذهب بشوید. دنبال مذهب نباشید. فلسفه انسانی همیشه در تلاشه که به ایمان شما به عیسی مسیح یه چیزی اضافه کنه تا بتونه شما رو از مسیح دور کنه، همونطوری که تو کولوسیان فصل 2 آیه 8 خوندیم، تا گفتم چیکار کنه؟ به این معنی برسونه که مسیح کامل نیست، مسیح نیازه که یه چیزی بهش وصل بشه. اما سوال اینجاست، اگر ما جواب کلی و ساده رو داریم، چرا برمیگردیم به جواب‌های پیچیده‌ای که دنیا به ما میده؟ چرا سعی می‌کنیم که جواب درست کنیم مسیحیت چیست؟ چرا براش سوال می‌کنیم جواب‌های مختلف درست می‌کنیم؟ چرا نمی‌ریم روی همون سوال جواب ساده‌ای که کتاب مقدس به ما میگه؟ مسیحیت یعنی مسیح. فقط مسیح. حقیقت اینه که یک مسیحی ذهن مسیح رو داره، برای اینکه ما در مسیح هستیم و ذهنمون ذهن مسیح هستش. ما گنجینه حکمت و معرفت رو داریم، ما همه برکات روحانی آسمانی رو داریم، ما در او کاملیم و فلسفه هیچ چیزی نمیتونه به ما بده که ما رو کامل تر بکنه. میگه مسیح کامله، چیزی که میخواد بشه کامل تر بشه؟ ما در او کاملیم، دنبال چی میگردیم؟ هنوز ببخشید بعضی افراد کتاب مقدس رو نخوندن، مطالعه نکردن، خوندن یه با میشه یه بار سرسری خون رفت، مطالعه نکردن، بررسیش نکردن، 10 تا کتاب های فلسفی بغلش میخونن که میگن آن اونم داره رجوع مسیحیت اینو میگه. خب شما بخونش ببین آنچه که شما در اونجا خوندی قبلش اینجا به شما گفته، کامل نخونیش، بخونش. این فقط یه افسانه است که انجیل ساده مسیح کافی نیست. مسیح تنها چیزیه که هر بشری به اون نیاز داره. رژیم ایران عوض شه، 100 تا رژیم دیگه بیاد، اگر مسیح رو ایران نگیره باز همین داستان میشه، همین برنامه براش میشه. مسیح رو ایران و ایرانی احتیاج داره. هر خونه ای تو ایران، هر بچه ای تو ایران، هر زنی تو ایران، هر پدری تو ایران، هر مردی تو ایران به مسیح احتیاج داره. نه نیرویی که بیاد با اون بجنگه. میدونید این فکری که ما امروز برای ایران میکنیم 2000 سال پیش یهودی‌ها برای خود یهودی‌ها میکردن؟ مسیح اومده بود اونا رو نجات بده، میگه به من ایمان بیارید من میرم جانمو برای شما روی صلیب بذارم. اونا فکر میکنن آه این مسیح داره میاد، هنوز دارن فکر میکنن این مسیح میاد، قدرت آسمانی داره، یک لشکری از یهودی ها درست میکنه، قوت و قدرت میریزه توش، بعد تمام رومی ها رو از بین میبره و ما میشیم قدرت درجه اول دنیا. یهودی ها میشن قدرت درجه اول دنیا. همین الان
یهودی‌ها دارن این فکر رو میکنن، منتظر اون مسیحن که بیاد یه لشکری درست کنه و بجنگه و دنیا رو از این ظلم و ستم آزاد کنه و فقط اونها حاکمه بر دنیا بشن. و برای همین دارن جمع میشن برگردن برن تو اورشلیم. دستان کتاب مقدس میگه جمع بشن، ولی برای چیز دیگه ای دارن میگه. و اونا دارن اینجوری هنوز فکر میکنن. همین فکر رو ما الان داریم برای ایران میکنیم. یه قدرتی جمع بشه ایران رو از دست رژیم دجال ایرانی اسلامی آزاد بکنه. خب آزاد کرد. یه رژیم دیگه میاد. آخوندا میرن کرواتیش میاد. مگه آدم های کرواتی تو دنیا الان دیکتاتور نیستن؟ مگه ظلم نمیکنن؟ چرا میکنن؟ ولی اگر مسیح بیاد دیگه دیکتاتور نمیتونه بیاد. ایران و ایرانی به مسیح احتیاج داره، فقط مسیح. توی کلوسیان فصل 2 آیه 9 10 میگه در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در بدن انسانی ظاهر شده است. بنابراین وقتی مسیح را دارید همه چیز را دارید و وجود شما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمامی ریاست ها و قدرت هاست. آیه 12 و 13 میگه که ما با او قیام کردیم از فلسفه و حکمت دنیایی که باعث مرگ روحانی ما میشه. ما با مسیح قیام کردیم از اونهایی که ما رو اسارت میگرفت میبرد پایین برای اینکه ما رو در این باطلاق گناه بیشتر فرو ببره. فلسفه، حکمت‌های انسانی، اینها بودن که ما رو سنگین میکردن که توی اون باطلاق بیشتر سریع‌تر فرو ببریم. این کار مسیح برای نجات ما کامل و زیباست و فلسفه نمیتونه چیزی به اون اضافه کنه تا زیباترش بکنه. خب البته که فقط فلسفه نیست که به مسیح عمله میکنه، بلکه قانونهای مدنی، شریعتگرایی، نمیدونم رستگاری از راه نیکوکاری، اینها هم هستن که غیره و غیره غیره که به مسیح هجوم میارن. تو آیه 16 فصل 2 تا 17 میگه پس اجازه نده کسی از شما ایراد بگیرد و بگوید چرا این را میخوری یا آن را مینوشی؟ چرا فلان عید مذهبی یا ماه جدید را جشن نمیگیری؟ چرا محرم سینه نزدی؟ چرا زنجیر نزدی؟ چرا نمیدونم سرتو قمه نزدی؟ اجازه ندهید که اینها رو از شما بخوان. و یا چرا در روز مقدس شنبه کار میکنید؟ تمام اینها احکامی موقتی بودند که با آمدن مسیح از اعتبار افتادند. آنها فقط سایه ای از آن واقعیت بودند که قرار بود بیاید و آن واقعیت خود مسیح است. در این باره پولس رسول در رومیان فصل 10 کاملا توضیح میده. اگه خواستید بیشتر اطلاعات بگیرید میتونید تو رومیان فصل 10 هم بخونید. اگر شما مسیح رو دارید احتیاج به هیچ چیزی ندارید، احتیاج به شریعت ندارید، احتیاج به اصول و مراسم خاص برای به حضور خدا رفتن، به حضور پدر رفتن ندارید. میگید که درسته که مسیحی هستم ولی باید اصول خاصی رو هم انجام بدم، شریعت رو باید انجام بدم، ده فرمان رو بدم. میدونی یعنی اون مسیحی های هستن، کلیسایی هستن که مسیحی شدن، به مسیح ایمان آوردن ولی هنوز ده فرمان انجام میدن، اصول قوانین موسی رو هنوز انجام میدن. اگه انجام ندی مسیحی نیستی. خب شریعت رو باید انجام بدم، ده فرمان رو باید نگه دارم، قسط تعمید باید بگیرم تا بخشیده بشم، روزه باید بگیرم، باید ختنه بشم، باید روز سبت رو نگه دارم تا مورد قبول خدا بشم. اما سوال اینجاست که میخوای عشق خدا رو داشته باشی؟ بله. آیا میخوای اون رو بپرستی؟ بله. آیا میخوای به شام خداوند نزدیک بشی؟ بله. آیا میخوای قسط تعمید بگیری؟ بله. اگر تمام اینها را میخوای، اینها کارهای درستی هستند که از طریق قلب تو انجام میشن و این نشونه تبدیل تو در ایمان به عیسی مسیح، نه اعمال تو برای نجات به عیسی مسیح. تو ایمان آوردی، در قلبت اون شور و عشق و هیجان انجام این مسائل به وجود اومده که انجامش میدی، نه اینکه قصد تعمید میگیری نجات پیدا بکنی. هیچ شخصی بر روی زمین با قصد تعمید نجات پیدا نمیکنه. نجات
در ایمان به عیسی مسیح و کار نجات بخش عیسی مسیح است. قصر تعمید نشانه بیرونی از کار درونی عوض شدن یک شخص نسبت به ایمانش به عیسی مسیح. قصر تعمید کسی رو نجات نمیده. مگه اون شخصی که روی صلیب بغل دست عیسی مسیح در مسیح و امروز تو با من در فردوس هستی قصر تعمید گرفت؟ نه. پس اینها نشانه تبدیل ماست. اگر داریم میکنیم با عشق داریم میکنیم، نه که وظیفه مذهبی و روحانی ماست. گول نزننمون که باید یه کارهایی رو هم انجام بده شما وقتی که میخواید مسیحی باشی. سومین فشاری که روی کلیسا هست، دومین فشار لیگالیزم بوده شونی که گفتم بهتون، یعنی اینکه راه نیکوکاری، کارهای نیکوکاری. سومین فشاری که هستش بر کلیسای کولوسیان و اینجا داره میگه و بر روی کلیسا هستش اینه که باید به عرفان دست بزنیم. عرفان باید بیاد مسیر رو کامل بکنه. دوستم اونجا بود که خیلی اطلاعاتش زیادی هم داشت راجع به عرفان، نیستن الان. باید عرفان رو داشته باشیم که به طور کلی بر این باور عرفان که عقل و حواس پنجگانه ما به دلیل خطاهایی که داره قابل اعتماد و اتکا کردن بهش نیست و برای درک حقیقت حق تعالی به نوعی تلاشی فراتر از نیاز خودمون احتیاج داریم تا به خدا برسیم. جوابش اینجاست، آیه 18 و 19 فصل 2 کولوسیان: هرگز تحت تأثیر سخنان اشخاصی قرار نگیرید که به قول خودشان رویاهای آسمانی میبینند و ظاهراً خیلی فروتن هستند و فرشتگان را میپرستند. اینان که میخواهند خود را مقدس‌تر از شما جلوه دهند، چنان سرمست افکار انسانی خود شدند که ارتباط خود را با مسیح که سر همه ماست به کلی از دست دادن. در حالی که اگر ما که بدن هستیم بخوایم آنطوری که خدا مقرر کرده رشد کنیم، باید به وسیله رگ و پی پیوند خودمان خود را با سر نگه داریم. همه ما میدونیم که برای که یک بدن بتونه به درستی حرکت بکنه احتیاج داره که فرمان بگیره از سر، به سر وصل باشه، به طریق رگ‌ها، اعصاب، همه اینها باید وصل باشه به سر که بتونه فرمان‌های درست رو بگیره، نه اینکه فرمان‌هاش رو از کجا بگیره؟ از خارج از بدن بگیره. بلکه یه بدن بتونه درست حرکت کنه که میتونه فرمان از بیرون بگیره. من اینجا وایسادم، شما هم میگه دست رو تکون بده، پاتو ببر جلو، برای عقب. شما که نمیتونید من این کار رو بگید، سر من باید به من این فرمان رو بده. خب و ما در مسیح هستیم، مسیح، ما بدن مسیح هستیم و مسیح سره و ما باید فرمانمون از سر بگیریم نه از بیرون. هدایتمون رو باید از سر بگیریم نه از بیرون. و اینجا داره این جواب رو میده، کاری فراتر انجام بدیم که بتونیم به حضور خدا بریم یا مقبول خدا انجام بشیم. نه، مسیح میگه فقط منو قبول کن، تمام. من به من اجازه بده، من تو رو به سرمنزل مقصود خواهم رسوند. فقط به من اعتماد داشت. اگر مسیح رو دارید به هیچ چیزی برای دانستن نیاز نداری، بلکه از طریق مسیح تمام نیازهای شما در این کتاب نوشته شده. آمین. حمله دیگه که به کلیسا بوده و هست ریاضت کشی هستش، استریزم، ریاضت کشی هستش یا ریاضت طلبی هستش که برای چیه؟ برای تسکیه نفس استفاده میشه. ما مسیر رو با ریاضت میگه، به مسیر رو باید مسیر رو با ریاضت داشت تا کامل شوید. میدونید کسی که پروتستانت رو پایگذاری کرد، مارتین لوتر، ریاضت میداد خودشون، برای هر گناهی خودشو شلاق میزد، تنبیه میکرد. بعدا یکی از خادمه دیگه گفت چه کار داری میکنی؟ مسیح همه این شلاقای تو رو خورده، مسیح همه این ریاضتای تو رو کشیده برای تو، تا
که تو آزاد بشی، تو بخشیده شدی، بخشوده شدی. و میگه که نه، باید ریاضت بکشیم، مسیر رو با ریاضت باید داشته باشیم تا بتونیم رستگار بشیم. اما جواب به این عقیده توی فصل 2 آیه 20 تا 21ه. اکنون شما با مسیح مرده اید و از عقاید دنیا آزاد شدید، عقایدی که بر اساس آن برای کسب نجات باید اعمال نیک انجام داد و دستورهای خاصی رو به جا آورد. پس حال که از این عقاید آزاد شده اید، چرا باز پایبند اصول و قوانینی میشوید که میگوید این را نخور، آن را نچشید و دست به فلان خوراک نزنید؟ در جواب به حمله و هجوم فلسفه کلاسیک، فلسفه مدرن، فلسفه چینی، عرفان، ریاضت طلبی و و و و و، مسیح به اضافه یکی از اینها، یعنی هیچی. آیه 23 میگه این قوانین ممکن است به ظاهر خوب باشد، زیرا اجرای آنها نیاز به زهد و عبادت و ریاضت زیاد دارد، اما برای تسلط بر افکار و هوس‌های ناپسند انسان هیچ گونه تأثیری ندارد جز اینکه شخص را خودپسند و مغرور سازد. میگه این گونه کارها به اضافه مسیح هیچ فایده ندارد. روح القدس خدا میگه که مسیح به اضافه هیچ چیز مساوی است با همه چیز. وقتی کسی از شما سوال میکنه که کتاب مقدس چه چیزی داره برای ارائه دادن، جواب فقط و فقط و فقط اینه که همه چیز فقط با همه چیز با مسیح، یعنی هیچ چیز. جواب اینه که فقط مسیح، مسیح و هیچ چیز. در او در عیسی مسیح تنها کلام نجات بخشه، در او کاملا و تنها بخشش وجود داره، در او کاملا عادل شمردگی وجود داره، در او کاملا پیروزی وجود داره. وقتی اونو دارید همه چیز دارید، اگر اونو ندارید هیچی ندارید. کسانی که متوجه این موضوع نمیشن کسانی هستند که مادیگران، برای اینکه دارن همه چی رو با مادیات مقایسه میکنن. آقا که من که بعضم خوبه، که چطور مسیح هم ندارم، ایمانم ندارم، و چطور میگی هیچی ندارم؟ برای اینکه داری مادی فکر میکنی و روحانی فکر میکنی. وقتی او را دارید همه چیز را دارید، اگر او را ندارید هیچ چیز ندارید. یوحنا فصل 1 آیه 16 میگه و از پوری او جمعی ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض دریافت کردیم. افسوسیان فصل 3 آیه 8 میگه آری من اگرچه در بین مقدسین از همه کمترم، پولس این رو میگه، اما این فیض به من عطا شده تا بتوانم بشارت ثروت بی قیاس مسیح را به ملل غیر مسیحی برسانم. کتاب مقدس میگه، با این بذارید موزم رو ببندیم، کتاب مقدس میگه مسیح زندگی، غذا، ریشه، آب، لباس، سر، امید، عدالت، پناهگاه، نور، صلح، عید فصح، جایگزینی مرگ ما، آزادی، چشمه، حکمت، الگو، را، در، سپر، پسر، تقویت کننده، قیامت، رستگاری، معلم، استاد، شبان، دوست، حقیقت، گنج، معبد خدا، صندوق عهد، مذبح و و و و و و و. شما بیشتر از من میدونی است. آمین. مسیح رو دارید. آمین. سوال من از شما اینجا این امروز، مسیح برای شما کیست؟ مسیح برای من همسرم، فرزندانم، همه چیز است. آمین. مرسی مسیح جان که به من جواب سوالم رو دادی، که من نباید دل خودم رو به انسانها خوش بکنم، من نباید دل خودم رو به قدرتها خوش بکنم، من نباید دل خودم رو به ثروتی که دارم خوش بکنم، بلکه باید فقط
و فقط امیدم، فکرم، ایمانم، اعتمادم بر روی تو باشه عیسی مسیح. آمین. و دعا میکنم ای خداوندم که عیسی مسیح تو حقیقت خودت رو برای تک تک ما آشکار بکنی و اجازه بدی که خداوندم فقط تو رو به اون زیبایی و فراوانی که هستی به ایران و ایرانی بشناسونیم ای خداوند، و ایرانی ها از بند اسارت مذهب، از بند اسارت شریعت، از بند اسارت بی خدایی آزاد بشن و تو حاکم بر قلب ها و دل های اونها بشی. دعا میکنم که مسیح حضور تو ظلمتی که در ایران حاکمه رو عوض کنه و نور تو بتابه بر ایران. دعا میکنم ای خداوندم از تو کمک میطلبم ای مسیح، نه از هیچ نیرویی، از هر هیچ قوتی، از تو کمک میطلبم برای کلیسای پرستندگان مسیح، از تو کمک میطلبم برای نجات و آزادی ایران، و از تو کمک میطلبم برای اینکه تو هر ایرانی رو ای خداوندم سفیر خودت بگردنی در خاورمیانه تا پیام مسیح رو به اونجا ببرن. و روزی خواهش میکنم که این فرصت رو به تک تک ما که تو این اتاق هستیم بده ای خداوند، که شاهد باشیم در هر سنی که هستیم، شاهد باشیم که تو با چه قدرت و فراوانی در میان ایران و میدلیست ای خداوند در میان خاورمیانه پرچم مسیحایی خودت رو برافراشتی. به نام عیسی دعا میکنیم. آمین.